درودی به شکوه تماشای دیدگان انتظار در مزاره منتظر شهریورین میهن ایران زمین بر شما هم میهنان ارجمندم در جای جای جهان به ویژه هم میهنان عزیز در مامه میهن در پانزده دقیقه پیش روی پس از شنیدن خبرها میزبان برنامه صفحه یک خواهید بود که همانند هر شب خانشی خواهد داشت بر اهم رویدادها و کاوشی بر چکیده یاد داشت ها و گزیده گزارش های روزنامه های منتشره هر روز ایران در ایران فردا همگام با شما گذری بر پیشخانه نشریات شهر و نظری بر سرتیتر روزنامه ها. با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت اظهارات شگفتآور هاشمی رفسنجانی در مسئول دانستن رژیم بشار اسد در حمله شیمیایی به مردم سوریه و سرگردانی رسانه ها در انعکاس خبر واکنش ها به کشتار دست جمعی بیش از پنجاه تن نیروهای بیدفاع سازمان مجاهدین خلق در مقر اشرف عراق ادامه ماجراهای برداشت 16 میلیارد تومانی پول از حساب ریاست جمهوری توسط احمدی نژاد در آخرین روز کاری خود واکنش ها به حضور و دیدار مقام پارلمانی جمهوری اسلامی در سوریه و اظهار نظر فیصل مقداد معاون وزارت خارجه این کشور مبنی بر اینکه جنگ علیه سوریه جنگ علیه ایران است و آشفتگی های اقتصادی ایران با کشف روزانه محافل مافیایی ثروت و قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی اهم مطالبی بود که بالاترین میزان بازنش را در رسانه های مختلف و عرصه های سایبری به خود اختصاص داده بود. صفحه یک امشب را همانند هر شب میگوشه این با نگاه رسانه های جهان به ایران جهاد شیعی در سوریه عنوان یادداشت دوم نشریات بین الملل امشب است که در رسانه شاندارد اتریشی به قلم اشتفان بندر به زبان آلمانی منتشر شده بود که جانمایه این نوشتار همانا نقش نظام فقهی شیعه جمهوری اسلامی ایران در سوریه و گسترش نبردهای عقیدتی در منطقه هست حسب این یادداشت سوریه جولانگاه مردانی شده است که میخواهند از عقیده خود دفاع کنند اما این فقط سنی ها نیستند که به جهاد میروند نویسنده در آغاز مطلب با اشاره به تاریخچه نبردهای شیعیان از صدر اسلام و قطع شدن هر دو دست شخصیتی به نام اول فضل العباس نام گردان اول فضل را به لحاظ بار ارزش ایدئولوژیک بسیار مهم و نمادین می شمارد و با اشاره به حضور گردانی از شیعیان به نام اول فضل العباس که در سوریه دست به اقدام مسلحانه میزنند در تحلیلی نقش رابطه رژیم اسد و به کارگیری این نیروها را چنین می نویسد. دانشمند آمریکایی فیلیپ اسمایت به روزنامه شتاندارد می گوید چونین شبه نظامیانی بیشتر در مناطقی فعالیت می کنند که از نظر راهبردی مهم بوده و حکومت اسد در آنجا نیاز به فشار و حمایت علیه نیروهای سنی دارد. اینان راه های مهم حمل و و نقاط حساس مانند فرودگاه دمشق و مناطق اطراف را زیر نظر دارند. اسمیت با مقاله هایش فعالیت گروه های شپ نظامی شیعه را در سوریه ثبت و تحلیل می کند. نویسنده با ذکر مصادیقی از این گروه های شیعی و نقش رهبری نظام دینی جمهوری اسلامی ایران چنین می نویسد. مشهورترین و بزرگترین آنها حزب الله لبنان است که رهبرش نصرالله به هواداران خود وعده پیروزی در سوریه را داده است تمام این گروه ها در باور به نظریه ولایت فقی اساس حکومت ایران مشترک هم. اسمیز میگوید این بدان معناست که این گروه ها از تصمیم های رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای پیروی میکنند. کنند. موسیقی <موسیقی> کلیکی کوتاه بر چند خبر کوتاه خبر نخستان که پس از 60 سال از رویداد 28 مرداد و تنش ایجاد شده میان مدیریت سیاسی آن هنگام بین محمد مصدق و محمد رضا پهلوی پادشاه پیشین ایران زوایای تازه ای از سوی روزنامه ها و شخصیت ها هر روز کنار زده می شود در این راستا فرزند آیت الله کاشانی گفت همه علمای قوم و نجف معافق سلطنت رضاخان بودند سید محمود کاشانی در گفتگوی مشروح با جام جمع مدعی شده بود در 28 مرداد سال 32 هیچ کودتایی علیه دکتر مصدق انجام نشد و مصدق از ابتدای نخست وزیری آلت فعل نیروهای بیگانه در کشور بود بنابر چکیده روزنامه جامع جمع فرزند کاشانی دلیل اعدام حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق را توهین به شاه به عنوان نفر اول مملکت در قانون اساسی مشروطه دانست وی همچنین با تایید حمایت کاشانی از به سلطنت رسیدن رضاخان گفت واقعیت این است که همه ی علمای قم و نجف در سال 1304 خورشیدی با تغییر سلطنت از قاجاری به پهلوی موافق بودند خبر بعدی ابهام در چگونگی تنظیم و یا انعکاس خبری است که از سوی هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دولت سوریه خودشان حمله شیمیایی علیه شهروندان سوری کردند که کماکان موجبات شگفتی فعالان عرصه سیاسی و ای شده بود تا کنون در دو مورد گفته شده که هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام جمهوری اسلامی رژیم دمشق را مسئول حمله شیمیایی دانسته اما هر دو مورد نیز تکذیبیهی همراه داشت خبرگزاری ایلنا از قول رفسنجانی نقل کرد که ملت سوریه توسط دولت خودش قربانی حمله شیمیایی شده اما خبرگزاری رویترز خبر می دهد که ساعتی بعد خبرگزاری ایلنا این عبارت را سانسور کرد اما در سایت خبرگزاری ایلنا عبارت دولت خودشان دیده نمی شود ایلنا می نویسد مردم سوریه از یک طرف مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی ها باشند در واقع در جمله اخیر مسئولیت حمله شیمیایی به هیچ کس نسبت داده نشد خبرگزاری رویتر ساعتی بعد خبر دیگری منتشر کرد و نوشت ایلنا روایت اولیه خبر را تغییر داده است به نظر می رسد که در روایت دوم خبرگزاری ایلنا فقط عبارت دولت خودشان را حذف کرده باشد در این گیرودار و بلا تکلیفی و سرگردانی رسانه ای خبرگزاری تصنیم نزدیک به هاشمی رفسنجانی خبر داد که خانم نعیمه اشراقی به خاطر سخنان قبلیش درباره رفسنجانی عذرخواهی کرده است چند روز قبل نعیمه اشراقی هم نوی آیت الله خمینی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود آقای حاشمی رفسنجانی در ارتباط با بمباران اخیر سوریه سخنانی بدین مضمون مطرح کرده است دولتی که ملت خود را بمباران شیمیایی کند عواقب سخت آن را خواهد دید اما اینک نعیم اشراقی گفت اگر برداشت نزدیکان من از سخنان آقای هاشمی برداشت صحیح نبوده از همین جا و بعدا حضوری از ایشان عذرخواهی میکنم و خبر سوم لغو سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه لغو شد به گزارش ایسنا علیرضا کریمی دبیر چهاردهمین نشست انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور درباره دلایل حضور نیافتن احمدی نژاد گفت در آخرین تماسی که با ایشان در ارتباط با حضور در این نشست داشتیم ایشان گفت به دلیل التهابی که در دانشگاه تربیت مدرس به وجود آمده است و همچنین مصاحبه آقای رنجبر رئیس این دانشگاه در این نشست حضور پیدا نمی کنند وی گفت آقای احمدی نژاد گفت که فضای کشور در شرایط فعلی در آرامش به سر میبرد و چون احتمال دارد که در ارتباط با حضور در دانشگاه حرف هایی زده شود که مورد سوء استفاده رسانه ای قرار بگیرد در این نشست حضور پیدا نمی کند صفحه یک را پی می گیریم و ورق می زنیم با مروری بر چکیده چند سرمقاله روزنامه های روز یک شنبه تمام سرمقاله ها و یادداشت های روزنامه های یک شنبه تهران در خصوص بحران سوریه تنظیم شده بود. عمده روزنامه های میان رو با ابراز نگرانی از تضعیف شدن مدل دیپلماسی اعتدالی حسن روحانی و تیم سیاست خارجیشان ابراز نگرانی کرده بودند و روزنامه های تیف موسوم به اصولگرایان و رادیکالی ها با نگاهی همیشگی و سنتی تأخیر در حمله غرب را ناشی از دشواری مسیر تهاجم برشمردند مرور میکنیم چکیده چند سرمقاله از روزنامه های همسو و ناهمسوی منتشره در ایران روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان بحران سوریه و بدقبالی روحانی به قلم صادق زیبا کلام می نویسد دکتر روحانی می داند که حتی در صورتی که گزارش بازرسان به زیان کامل و اسد بشود دخالت غربی ها بسیار محدود و در حد بمباران مناطق نظامی خواهد بود با این فرض که ایران و حزب الله هم واکنش جدی در برابر حملات محدود غرب نشان ندهند فضا بین متحدین سوریه و غرب بعد از حمله آنان به سوریه آنقدر سرد و تیره می شود که عملا هیچ جایی برای تنش و بهبود رابطه از جانب روحانی نمی ماند. ایران هم مجبور می شود لحنش را نسبت به غرب تغییر داده و خسمانه کند حتی اگر به فرض آقای روحانی و دکتر ظریف هم لحنشان را تغییر ندهند مجموعه حاکمیت و نظام آنقدر لحنشان رادیکال و خسمانه نسبت به غرب خواهد شد که جای زیادی برای اعتدال و آشتیجویی از سوی دولت تدبیر و امید باقی نمی ماند. ضمن آنکه خود روحانی هم نمیتواند در آن شرایط خیلی برخلاف جهت آب شنا کند اگر دمشق و متحدینش واکنش نشان داده و فلمسل اهدافی را در اسرائیل یا مناطق دیگر مورد حمله قرار دهند در آن صورت هیچ چیز قابل پیش بینی نخواهد بود در چنین وضعیتی ای بسا روحانی معتدل و صلح طلب خود را در کنار جنگ نشسته و در کنار فرماندهان نظامی ببیند اما همچنان یک معجزه میتواند تواند اتفاق بیفتد که پرونده تنش زدایی همچنان در پایان امروز روی میز بزرگ دکتر ظریف باقی بماند اینکه گزارش تیم بازرسی نتواند به طور قطعی نتیجه گیری کرده باشد که حملات شیمیایی هولناک چهارشنبه 19 مرداد توسط ارتش سوریه صورت گرفته و اما روزنامه کیهان که دیدگاه های رهبری نظام فقهی جمهوری اسلامی ایران را منعکس می کند با عنوان فتیله جنگ چرا نمکشید؟ کشید به قلم محمد ایمانی تحریر شده بود و تأخیر در آغاز جنگ را ناشی از تأثیر پذیری اوباما از اظهارات حکیمانه علی خامنه ای چند سطری از این نوشتار را با هم میخوانیم مقامات آمریکا و انگلیس در این یک هفته زیادی حرف زدند اما ولی امر جبهه مقاومت و بیداری اسلامی هنوز چند جمله حکیمانه بیشتر نگفته است آمریکایی ها بدانند مطمئنا از این مسئله ضرر خواهند کرد همچنان که در عراق و افغانستان ضرر کردند این دخالت های نظامی نفرت ملت ها را نسبت به آنها زیاد می کند و آنان را در منطقه بدنام تر می کند به علاوه که هیچ آینده روشنی ندارد منطقه مثل انبار باروت است فعلا که گویا فتیله جنگ افروزی آمریکا نم کشیده است و روزنامه قانون در یادداشتی به عنوان آمریکا به دنبال بقای حکومت تضعیف شده ی اسد با به قلم حسن بهشتپور چنین تحلیل کرده بود آمریکا در پی آن است که یک دولت ضعیف در سوریه سر کار باشد چون که از یک طرف از قدرت گرفتن تکفیری ها بعد از اسد نگران هست و از طرف دیگر نمیخواهند بشار اسد پیروز نهایی این نبرد باشد چرا که این مسئله تهدیدی برای اسرائیل و منافع آمریکا در سطح منطقه است سرنوشت این کشور سرنوشت آینده خاورمیانه را تعیین خواهد کرد تا درودی دوباره و شامگاه دیگر در ایران فردا وامداد روشن بدرود